امروز روز سالگرد فوت یکی از بزرگترین معروفترین مقدسترین حاکم اسرائیل که در 160 سال پیش در بغداد دنیا آمد و 76 سال پیش در یروشلایم فوت کرد به اسم ربی دودا پتایا علیه السلام ذخر سنتیب پدوش برخا. این حاکم خیلی مقدس داره روح قدس بسیار عالی داشته، عالی رتبه داشته و کتاب های زیادی در برای قبله تعریف کرده که این کتاب ها خیلی در برای استفاده میشه از این کتاب ها برای فهمیدن قبله و یک کتابی تعریف کرده به اسم روحات مسفرو یعنی ارواح حکایت میکنن این ارواح کجا اومدن؟ بدونیم که وقتی که انسان از این دنیا میره اگر این گناهاش خیلی زیاد باشه قبل از اینکه بره گهنم این میره این روح سرگردانه و نیروهای موذی میان اینا مرتب اینا تعقیب میکنن و رنجش میدن عذابش میدن و میزنندش اینا هم فرار میکنه میره اینا میدن تعقیب میکنن فرار میکنه آرامش نداره آسایش نداره راحتی نداره خیلی در عذابه بسیار عذابه از گهنم بدتر و این بعد وقتا اجازه میدن که بره در داخل یک انسانی اونجا از دست این تعقیب کننده های بسیار بیره همان مونه و یه استراحتی بکنه این بهش میگن دیبوق یعنی که این روح و این نشما داخل این چخ میشه یا داخل حیوان میشه داخل یک بالاخره از دست اینا خلاص میشه به طور موقتی البته این کسانی بودن که در بغداد اینها درشون روح داخل شد روح سرگردان داخل شده بود این اذیت میکردن و ایشون با یهودیم یعنی نینت های مخصوص مقدس و شفار زدن این روح را وادر میکرد که صحبت بکنه صحبت میکرد تعریف میکرد کی بوده، چی کجا بوده، چی کار کرده، چرا اینجا اینطور شده همه تعریف میکنه و ایشون تمام اون تعریف ها را یادش میکنن بعد یک کتابی تعریف میکنن این کتاب بسیار آموزنده است، بسیار تکان دهنده است از این نقطه نظر که چقدر نظر بحثی از گناهان پرهیز بکنه که حتی هم دوچاره به این بدبختی فرکت نبشه این همه در به دری و این همه تعقیب کردن نیروهای موذی از این دسته نخلاص بشه چه انتباه تشبه بکنه و خیلی آموزنده است و خیلی از این اشخاصی که این خوندن تشبه کردن دیدن که این چه بنسب به چه بدی خواهد رسید اگر تشبه نکنه و گناهش در این دنیا کپره نشن و این کتاب میفروشن و مرکز میدونه بخونه و عبریه و عبریه ساده است میشه انسان فهمید و ایشون در یروشلایم زندگی میکردن و مرحوم پدر من برای من صحبت تعریف کرد که یکی از دوستانش قبل اینکه ازدواج بکنه میره پیش ایشون و بهشون میگه جناب را به من پیشنهاد کردن فلان کس فلان کس فلان کس فلان کس کدام از یکی اینا همسر منه که من برم دنبال این بهشون گفتن نه این نه این نه این هیچ کدام همسر تو در سوریه در حلب سوریه و این نوجوانه یعنی سنش زیاد نیست نوجوانه به زودی میاد یروشلایم و تو با این ازدواج میکنی همینطور هم شد و این همسرش میاد از حلب میاد و با این ازدواج میکنم این ایشون را میشناختم هم پسر رو شناختم همه رو خانمان رو شناختم و اینطور تا این اندازه روح قدش چقدر عالی مرسل بوده که میدونسته چه همسر این داره و کجا هم هست کجا هست چی میکنه سنش چقدره همه رو میدونسته و این ایشون
یه تعریف دیگه هم بکنیم از ایشون، اینم خیلی آموزنده است، اینکه یک رفعه یه روزی در بغداد بودن که دختر کوچک داره، دختر کوچکش میدونید که این دختر کوچک یه سیب دست گرفته بخوره، تا میخوانه دیگه نمیده سیب میافته، این دختر میره بر میداره بلند میکنه که بخوره، تا میخواد بخوره اینم بیاد باد میافته، این از خوردن معیوت میشه دیگه، ولش میکنه دیگه، چند بار بیاد بر میگره میافته بر میداره، میره بهش میگه دختر ناراحت نباش، این در این سیب یک نشمه گیلگول بوده، گیلگول این نشمه برای هر نشمایی وقتی تعیین شده، چه موقع کسی با این برخه بگه و این گیلگول را آزاد بکنه، تو وقتی که تو این چیز دست گرفتی که بخوری وقت آزادی این نشمه نرسیده بوده و میافته، دوباره برداشتی نره میافته، ولی هر دیگه وقت رسیده بردار برخه بگو بخور، هم کاره میکنه برخه میگه و اینا این نشمه را تیغون میکنه. همینطور یه دفعه یه زنی یک مثل اینکه به نظرم یک خرمایی میخوره و برخه بجای حیات میگه آدمه و این بهش میگه که این تیغون شده ولی نه به طور کامل، چون برخه گفتی این آدم ها گفتی و به طور 100% این طور بردنم این بهش میگه، و در هر صورت این ما بس از اینجا یاد بگیریم که برای هر کسی که در گیلگون هست وقتی تعیین شده و نمیشه قبل از این آزاد بشه، برای این اگر ما ببینیم که بعد وقتا در یخچال یه بیوه میمونه یه کمی کنه میشه، نباید بده دور، این نه اینطور نیست، این اگر پوسیده باشه، اگر گنگیره باشه، اگر این پنسیلین درش جمع شده، این البته که نباید بدهم دور، برای اگر یه کمی رنگش یه کمی کم شده، یه کمی کنه شده، نباید بده دور، این چرا تا این موقع مونده؟ برای اینکه این حتما در این میوه یک نشمای جان یه روحی گلگوله و تا وقتی که بعدش نرسیده کسی نمیتونه بخوره، حالا وقتی رسیده بعد رو بخوریم تا این شما از این زندانی آزاد بشه. خب در این صورت ما درباره ایشون خیلی تعریفات شده، ربن عبدیا یوسف علیه السلام ایشون گفتن که پدر ایشون چه تعریفایی میکردن، چه تعریفایی واقعا عجیب که باور نکردنی، نه اینکه خودشون شنیدن از کسی، نه خودشون دیدن، پدرشون دیدن، از نرفتن پیش ربی یوسف فتای علیه السلام باشون صحبت میکردن، مینشستن پیششون و مردم میومدن سوال میکردن جمعه و چه معجزاتی، چه تعریفایی خودشون دیدن، چه کارایی میکردن، و از اینجا میبینیم که چقدر درجهشون بالا بوده و هر کس میخواد امروز شمع روشن کنه و اگر کسی یک نجاتی میخواد بقدر کنه که اشد ورخ بده خود این نجات براش بیاره، و البته این نجات تبیلی انسان موجود متجاب خواهد شد و هر کس بتونه این ایشون درباره سواد مشپتیم یک در ظهر پرشه مشپتیم اونجا درباره گلگول ها بود، درباره جدای گلگول گفته شده و این ایشون درباره این اینجا این در این برای درباره این هم کتاب تعریف کردن به اسم مدوق نفش، خیلی خوبه که انسان اینا این کتاب بخونه، این کتاب در اینجا هست، همینطور به ایرسان که به تو خود ایشون ایشون برای هرچون در گوله را بیاره من کنم من کنم من کنم